بینندگان عزیز، در ادامه برنامه نسیم شمال امروز که ویژه نگاهی هست به کتاب شاه اثر جناب آقای دکتر عباس میلانی استاد دانشگاه استنفورد در خدمت ایشون هستیم و پرسشی رو که قبل از پیام های بازرگانی مطرح کردم از حضورشون پاسخش رو میخوام. پرسش خلاصش این بود، این همه اقدامات عمرانی که جناب دکتر میلانی بهش اشاره کردند چرا از سوی جامعه ایرانی دیده نشد، به ویژه روشنفکران ایرانی؟ از چه زمانی رابطه شاه و روشنفکران ایرانی قطع شد؟ اگر این رابطه قطع نمی شد، آیا در سرنوشت ایران تأثیری داشت یا نه؟ چند سوال در یک سال. اونجور که فرمودید چند سواله و چند سوال خیلی مهم و اساسی است. یکی این که من فکر میکنم باید پیش‌فرض سوال رو اندکی درش تأمل کرد. این به نظر من درست نیست که همه روشنفکران با شاه مخالف بودند. منتها جامعه روشنفکری مخالف شاه، عالم مقال به اصطلاح دیسکورس فرهنگی جامعه رو یه جوری شکل داد که اگر کسی با شاه همکاری میکرد دیگه به تعریف روشنفکر نبود. آل احمد در جا انداختن این مفهوم نقش خیلی مهم می داشت. شما کتاب خدمت و خیانت روشنفکرانش رو بخونید یا مقاله که در مورد فریدون و هویدا نوشته، میگه کتاب فریدون و هویدا، رمان فریدون و هویدا قابل بررسی نیست، برای اینکه این خدمتکار رژیم کتاب روشنفکری نیست. ببینید، شما اگر نگاه بکنید به کسانی که با شاه همکاری میکردن، خانلری، هویدا، فریدون هویدا، بسیاری دیگه از کسانی که دور برای علم بودن، اینها همه جز روشنفکرای خیلی مهم ایران بودن. منتها چون با شاه همکاری میکردن دیگه در جمهور روشنفکری به اصطلاح جایی نداشتن. چون مفهومی که از روشنفکر در ایران جا افتاد و حزب توده، جلال آل احمد، اینها نقش مهمی داشتن در جا انداختن این مفهوم، این بود که روشنفکر کسی است که با وضع موجود در تقابل و تعارضه. اگر شما با وضع موجود در تعارض نباشید، اگر با شاه مثلا همکاری بکنید دیگه روشنفکر نیستید. نیکاه تا زمانی روشنفکر بود که مخالف شاه بود. وقتی که گفت من فکر میکنم باید با شاه همکاری کرد، دیگه از جمهور روشنفکری. پس یه ریشه این تعارض در این مسئله است که عرض کردم. اونچه که این مخالفت رو دوچندان کرد تجربه 28 مرداد بود. 28 مرداد یک زخمی بود که واقعا هرگز التیام پیدا نکرد و روشنفکران ایران قسمتی که در سلک مخالفین بودن هرگز شاه رو به خاطر نبخشیدن. این رابطه در شاه هم وجود داشت. شاه یه رابطه عجیب عشق و نفرت به روشنفکر را داشت. بارها حتما در خاطرات علم و جاهای دیگه دیدید که از اونها به عنوان انتلکتوئل یاد میکنه. توی همون گزارشی که بهش اشاره کردم که زاهدی می‌نویسه به شاه در 1973 و میگه که روشنفکرا به گفته این آمریکایی تعداد زیادیشون با شاه مخالف هستن، چرا اینطوره؟ یکی از حواشی که شاه می‌نویسه اینه که ما در ایران روشنفکر واقعی نداریم. اونهایی هم که داریم مارکسیست هستن یا مارکسیست اسلامی هستن. ولی در این حال، در این حالی که این همه تحقیر می‌کرد، انتلکتوئل می‌خواندشون، ولی رغبت فراوانی به جذبشون داشت. تمام تلاشش می‌کرد که اینها رو جذب کنه. شما وقتی ببینید کسانی که نظریه پردازان حزب رستاخیز بودن، تقریبا 80%شون، 75%شون مارکسیست‌های سابق بودن یا اطرافیان علم که بخش عمدهشون به غیر از خانلری از یا سابقه حزب توده‌ای داشتن یا اطرافیان هویدا که یا حزب توده‌ای بودن یا ماویست بودن، و
اینها توی اون جنگ دارن با هم در تدوین حزب رستاخیز با هم مبارزه میکنن. یعنی اگر کسی از این روشنفکرها حاضر میشد بیاد بیعت بکنه با شاه، خیلی شاه تحویلش میگرفت و خیلی بهای خوبی برای این بیعت میداد. به همین خاطر یه رابطه ای بود که اونجور که عرض کردم تا حدی ریشه در خود مفهوم روشنفکر داشت. 28 مرداد تشدیدش کرد، رفتار شاه دوباره کمکی به حل این مسئله نکرد و فکر حاکم بر جریان روشنفکر ایران، یعنی یک نوع روایت ساده انگارانه مارکسیستی، براش اصلا قابل پذیرش نبود که کسی مثل شاه میتونه اصلاحات در مملکت بکنه. من دوران دانشجوی جزء کنفدراسیون بودم، یکی از شعارهای کنفدراسیون بود که شاه نه میخواهد و نه میتواند اصلاحات بکند. کنفدراسیون تمام تلاشش رو میکرد که ثابت بکنه، یا بخش عظیمی از کنفدراسیون، که ایران هنوز فئودالیسم، برای اینکه در فکر حاکم متصور نبود کسی که در 15 خرداد، تا اونجایی که من میدونم تنها کسی که در 15 خرداد متوجه شد که دعوا بین کی و کیست، بین چی و چیست، بین تجدد و سنت ارتجاعی است، بین تجدد و یک نوع حکومت خردمدار، حکومتی که زنها درش نقش دارند و اون رو در اون وقت شاه نمایندگی میکنه، و فکری که میگه زنها نباید در حکومت نقش داشته باشند و تجلیش آیت الله خمینی است، مخالفت با ولایت با اصلاحات ارضی میکنند، مخالفت با آمدن زنها در عرصه اجتماعی میکنند، مخالفت با قانونی میکنند که علم سعی کرد ببره، قانون اصلاح انتخابات، و اون قانون در نوع خودش در زمان خودش به غایت مترقی بود. قانونی بود که میگفت هر کسی حق داره اگر انتخاب شد به مقامی به کتاب مقدس خودش قسم بخوره. چرا یه یهودی یا یک بهایی یا یه زرتشتی یا یک مسیحی که اینا شهروندان ایران هستن باید از همه حقوق شهروندی برخوردار باشن، چرا باید به کتاب یک قرآن قسم بخورن که براش احترام قائلن ولی کتاب مقدس اونها نیست؟ اینقدر سر این فشار آوردن و اینقدر هیچ کسی حاضر به دفاع ازش نشد که رژیم شاه وادار به عقب نشینی شد. یه نفر متوجه این ماجرا بود تا اونجایی که من میدونم، خلیل ملکی بود. خلیل ملکی دامه‌ای که به دکتر مصدق می‌نویسه در اون زمان میگه این رهبران جبهه ملی عوام فریب هم نیستن، اینها فریفته ای عوامن. میگه در این دعوا واضحه که ما نباید طرف مخالفت با اصلاحات ارضی رو بگیریم. اون نگاهش به جهان نگاه واقع بینانه بود، مارکسیزمش مارکسیزم قالبی استالینیستی نبود و تونست این تمیز رو بده. آقای دکتر میلانی، کاش شما وقت بیشتری داشتید، میشد بیشتر از شما آموخت و گرفت. آقای دکتر میلانی، سوالی که الان به نظر من میرسه این است که ما سه نخست وزیر وقت شاه، نخست وزیران متعددی رو داشته، ولی سه نخست وزیر شاخص داریم در دوران پادشاهی به استثنای هویدا، قبل از دوران هویدا. یکی فروغی است، یکی قوام السلطنه است و یکی مصدق. به نظر شما رابطه شاه با این سه شخصیت یک چگونه بود؟ دو، کدوم یکی از این نخست وزیران، یا به هر حال اگر این سال این شکل طرحش غلطه، کدامین این نخست وزیرها بیشتر مساله حکومتی رو میخواستند، مساله ملی رو میخواستند، و آیا در رابطه شاه و مصدق به خصوص که اتفاق افتاد، آیا همه تقصیرها به گردن شاه، آنچه که بر سر ایران آمد،
شاهی که به گفته خود شما یک سال و نیم مقاومت میکنه در مقابل اینکه مصدق رو برکنار بکنه. آیا مصدق مرتکب اشتباه بسیار بزرگی با انحلال مجلس نشد؟ خواهش میکنم اگه ممکن داریم توضیح بدید. شما سوالای سخت میکنید و ما رو در چیز قرار میدید. ببینید چون واقعا جواب صحیح و درست و مکفی بهش دادن یک کمی طول میکشه. اولا من فهم کنم اگر بخوایم پنج نخست وزیر شاخص اون دوران رو یاد بکنیم، یعنی نخست وزیران شاخص به این معنا که در مفهوم واقعی نخست وزیر بودن و بر حقوق نخست وزیری تأکید میکردن، اونا پنج نفرن. اون سه نفری که شما گفتید به علاوه زاهدی و امینی، زاهدی و امینی به اندازه اونها مصر بودن، امینی یک کمی کمتر برای اینکه تا اون وقتی که قدرت شاه بیشتر شده بود، که حقوق نخست وزیر رو اونجان که در قانون هست حفظ بکنن. و توی اینها به نظر من هر کدوم از اینها در مقاطع مختلف رابطه متفاوتی با شاه داشتن. من فکر کنم اتفاقا تو اینها شاید هیچ کسی به اندازه قوام مخالف شاه نبود، یعنی قوام واقعا قصد براندازی شاه رو داشت. قوام به چند مقطع میشه گفت با آلمان نازی سعی کرد همکاری بکنه برای برانداختن پهلوی ها، با شوروی شواهدی حاکی از این است که قصد داشت وحدت بکنه برای براندازی پهلوی شاه محمد رضا شاه، با انگلیس و آمریکا استمزاجاتی میکنه در 1951-52 که ببینه میتونه شاه رو بندازه یا نه. این به نظر من حسابش کاملا متفاوته با اونها. مصدق هرگز من در یک سندی ندیدم که به سفیر آمریکایی یا به انگلیس بگه که شما به من کمک کنید من شاه رو بندازم، یعنی اصلا این حق رو برای اونها قائل نبود، در حالی که قوام واقعا قدرت طلبیش اونقدر بود که کاملا این کار رو انجام میداد. در مورد دکتر مصدق من فکر میکنم دوباره چون ما در فکر تاریخی اون گرفتار یک نوع بت‌سازی شدیم، یا مصدق در نزد خیلی ها بت مطلق یا شیطان مطلق، سلطنت طلبا او رو شیطان مطلق میدونن، طرفدارانش او رو مبرا از خطا میدونن. من فکر میکنم انحلال مجلس یکی از مهمترین خطاهای تاریخی استراتژیک مصدق بود و نزدیکان مصدق و وفادارترین دوستان مصدق بهش تذکر دادن. من فکر نمی کنم هیچ کسی در عمل و در طول تاریخ به اندازه دکتر صدیقی یار وفادار مصدق بود، یعنی در عمل نشون داد که محکم وایساده، در دوران همکاریش با دکتر مصدق خدمتکار دکتر مصدق بود، وفاداریش هیچ تزلزلی نداشت. بعد از 28 مرداد هرگز با شاه نه تنها با رژیم شاه همکاری نکرد، بلکه حقوق مشاوره بگیره از فلان جا، قرارداد فلان کار رو بگیره، رئیس فلان کارخونه بشه که برخی دیگر از سران جبهه ملی کردن و پروندهشون مخدوش شد نبود. در دانشگاه درس میداد، یک قد گام متفاوت نذاشت و وقتی هم که مملکت رو در خطر دید با روشنبینی خیلی بهتری از همه اینها و با وطن پرستی متفاوت از همه رهبران جبهه ملی اومد و گفت من حاضرم دولت تشکیل بدم به شرط اینکه شاه بمونه. کسی که 30 سال یار وفادار مصدق بود در این زمان تغییر داد. این شخص، این سابقه رو برای این گفتم که یه چنین شخصی با یه چنین شخصیتی وقتی وزیر کشورم بود دکتر مصدق میگه بخواییم همه پرسی بکنیم رفراندوم بکنیم، گفت نکنید. به دو دلیل، نه رفراندوم پایه قانونی داره، پایه قانونیش یه ماده است که میگه رأی مردم در مسائل
هست، ولی در رژیم پارلمانی که ایران بود رأی مردم در انتخابات متجلی است نه در چیز دیگری. ماده‌ای برای اینکه ما رجوع مستقیم بکنیم وجود نداشت. دکتر صدیقی این رو متذکر میشه، به علاوه بهش تذکر میده، به دکتر مصدق تذکر میده که شما اگر مجلس رو منحل بکنید در دوران فترت، در دوران فقدان مجلس، شاه حق عزل و نصب نخست وزیر داره. تعداد روزهایی رو که در دوران مشروطه ایران از روز اول تا اون روز مجلسی نبوده حساب کرده بود، تعداد دفعاتی که پادشاه حکم عزل و نصب داده بود در اون دوران اونا رو هم حساب کرده بود. به دکتر مصدق میگه، میگه که شما این رو در نظر بگیرید، شما این کارو بکنید میتونه عذرتون بکنه. مصدق میگه جرأت نمیکنه. مصدق یه بار دیگر هم در واقع فرض رو بر این میگذاره که شاه جرأت برکنارش رو نداره با اون ماجرای سیه تیره. میگه من وزارت جنگ رو میخوام وگرنه استعفا میدم، و تمام محاسباتش این بود که شاه جرأت این کار رو نداره که استعفای او رو بپذیره. شب شاه زنگ زد گفت استعفای شما رو پذیرفتیم، که اون زمان هم برخی از نزدیکان دکتر مصدق بهش میگن که شما نباید بهش این فرصت رو میدادید. ولی در آستانه 28 مرداد به گمان من اون کاری رو که کرد این فرصت رو به شاه داد که به گمان خودش در چارچوب قانون عمل بکنه و حکم از دکتر مصدق و نسب زاهدی رو صادر بکنه. من تصورم این هست که اگر جامعه ایران این تجربه بسیار بسیار تلخ و موندگار 28 مرداد رو تجربه نمی کرد، یعنی اگر دکتر مصدق یه راهی پیدا می کرد برای اینکه این وضعیت حکومت پارلمانی رو نگه بداره و قانونمندی مشروطه رو حفظ بکنه، یعنی ما اگر میتونستیم از کنار 28 مرداد بگذاریم، تجربه نکنیم 28 مرداد، من فکر می‌کنم با یک ایران کاملا متفاوتی رو بودیم. یه تصمیمی بود که پیامدهاش بسیار بسیار موندگار بود و به گمان من تأثیر مهمی گذاشت در سیاست ایران. وقتی که در 1961 تا 63 قبل از انقلاب سفید آمریکا به طور مشخص دولت کندی شاه رو تحت فشار قرار میده که باید اصلاحاتی انجام بدید، خواست عمده آمریکایی بود که جبهه ملی از سر کار، یه دولت در مرحله اول ائتلافی و در مرحله بعدی کابینه تشکیل بدن و بهشون دقیقا این پیشنهاد رو میکنن، ولی جبهه ملی به گمان من تا حدی به خاطر اینکه دکتر مصدق هنوز در زندان بود، تا حدی به خاطر اینکه اصولا با شاه یه رابطه چیزی داشت، این پیشنهاد رو نپذیر. شاه هم مایل به این کار نبود. منظورم این نیست که بگم شاه تحت فشار چاره نداشت و اگر جبهه ملی میپذیرفت به گمان من کاملا میتونست دوباره مسیر ایران رو تغییر بده. این مسئله در آستانه انقلاب هم تکرار شد، به این معنا که سیاست آمریکا وقتی که تصمیم گرفتن شاه دیگه نمیتونه در ایران بمونه، یعنی حدود اکتبر 78 آمریکا و انگلیس به فاصله 2-3 هفته با هم به این نتیجه رسیدن، وقتی که این تصمیم رو گرفتن و دنبال جانشین گشتن، میل اولشون در واقع گزینش اولشون بود که جبهه ملی دولت رو در دست بگیره، ولی جبهه ملی به غیر از دکتر بختیار و دکتر صدیقی، رهبر جبهه ملی در اون زمان آقای سنجابی در مذاکره به شاه میگه که تنها بعد از اینکه تنها به شرطی که آیت الله خمینی چراغ سبز بشه بده محاضره این کارو بکنه. آقای دکتر میلانی، همونطور که اشاره کردید شما در دوران دانشجویی در خارج از کشور
خودتون اشاره کردید عضو کنفدراسیون دانشجویی بودید، بعد از درست همون بفهم بعد به ایران برگشتید، در دانشکده حقوق به تدریس مشغول شدید، دانشگاه ملی، اول دانشگاه ملی. چند سال در ایران تدریس کردید؟ من در دانشگاه ملی 2 سال تقریبا تدریس کردم که در اون زمان به طور نیمه وقت در دانشکده حقوق هم در تدریس میکردم. دکتر عنایت منو دعوت کرد اونجا، یک کلاس هر ترم درس میدادم. بعد زندان افتادم به عنوان مخالف شاه، 1 سال در زندان بودم. بعد از زندان دیگه ساواک اجازه برگشت به دانشگاه بهم نداد، حدود 1.5 سال در پژوهشکده علوم اجتماعی کار میکردم. اون دوران اونجا که اسلام کاظمی اونجا کار میکرد، داریوش آشوری کار میکرد، منوچهر صفا کار میکرد که من بخت هم اتاقی باش رو داشتم، یکی از واقعا فرزندان فرهیخته قرن 20 ایرانه و قدرش شناخته نشده، نویسنده بسیار توانایی است، یکی از بهترین طنزنویس‌های ایرانه و از یاران نزدیک خلیل ملکی بود، کتاب درخشانی در مورد توتالیتریسم نوشته. به هر حال 1.5 سال در اونجا بودم. بعد که انقلاب شد برگشتم دانشگاه، برگشتم به دانشگاه تهران، دانشکده حقوق دانشگاه تهران که از 79 تا 86 اونجا افتخار تدریس داشتم، به استثناء 1 سال که بعد در انقلاب فرهنگی دانشگاه تعطیل شد. منم عضو 40 نفری بودم که از دانشکده حقوق اینها پاکسازی کردم، به خاطر اینکه با دانشکده به خصوص اختلاف داشتم. فکر میکردن که آیت الله خمینی یه جا گفته بود که تأسیس این دانشکده آغاز پایان صدار حکومت روحانیت در ایران بود و باید باش مبارزه میکردیم. آقای دکتر میلانی، از شخصیت‌های اون دوران که شما مثل اینکه باهاش هشت و نشتی داشتید و کار در گروهی تشکیل داده بودند و کار میکردن، همین آقای دکتر گنجی مثل اینکه بودند، هیچ ارتباطی داشتید با آقای دکتر گنجی که در ایران یه گروه اندیشمندان داشتن، یه گروه هایی داشتن در بعد از زندان بود این همکاری؟ نه، قبل از زندان بود. قبل از زندان بود. قبل از زندان بود. در من در دانشکده، وقتی دانشگاه ملی بودم، دکتر گنجی هم اونجا درس میداد. بعد از یه مدتی اومد گفت که من یه چنین گروهی دارم، یه گروه فکر، به اتاق فکر در واقع، اون وقت هنوز این مفهوم نبود، ولی در واقع اتاق فکری بود که مسائل رو به صراحت برای ملکه مطرح میکنه و من شنیدم دانشجوها باید خوبن و من چون در اون زمان فعالیت سیاسی کردم با این گروه مخالفین، فکر کردم که این یه راه مناسبی است برای اینکه اصطلاحیز گم بکنم. در جلسات اون گروه شرکت میکردم و واقعا هم همین بود، یعنی آدم های مختلفی در اونجا بودن که خیلی هاشون آدم های بسیار خوشنامی بودن، در دانشگاه بودن و کارشون این بود که دقیقا برخی مسائل رو وارسی میکردم و گزارش هایی برای ملکه میفرستدم. شما هیچ وقت دیداری با پادشاه داشتی؟ یک بار در یک صفی ایستاده بودم که از کسانی که در یک کنفرانس شرکت کرده بودن که همین گروه گنجی تشکیل داده بود، دکتر گنجی تشکیل داده بود، این قبل از بازداشتم بود، شاه از جلوی صف رد شد، منم یکی از کسانی بودم که دلتون میخواد برای تجدید خاطر عکس خودتون رو ببینید؟ من عکس دیدم ولی یه عکس زیبایی است از اون گروه که رفتن، نمیدونم ملاحظه فرمایید، البته شما هیچ پیدا نیستید در عکس. بله، من اون پشت مستم. اون پشت اون گوشه وایسادید و خیلی خیلی جوان و خیلی خیلی بله، جوان. من همونطور که عرض کردم این قبل از زندانه و درست چند ماهی است بعد از برگشتن به ایران و قاعدتا سنم 26 سال دیگه، 26 سال و 26 سال. جام دکتر میلانی، 10 سال این کتاب طول کشید، درسته؟ درست. اولا چرا انقدر طول کشید؟ این یک. دو، چه دلیلی داشت
که به گفته خود جناب عالی هیچ یک از اعضای خانواده سلطنت حاضر نشدند که شما رو به عنوان یک پژوهشگری که میخواد باشون مصاحبه کنند بپذیرند. چه دلایلی در این زمینه بود؟ چه سمپاشیایی در این مورد بود؟ چرا که شما در کتاب در واقع معمای هویدا به نظر من به عنوان یک خواننده اون کتاب این رو روشن کرده بودید که بین برداشت‌ها و اعتقادات شخصی امروز خودتون و گذشته خودتون به عنوان یک محقق و پژوهشگر و استاد میتونید این فاصله رو دقیقاً رعایت بکنید. چه اتفاقی افتاد؟ چرا این به نظر من چرا این بیمهری رو خانواده پهلوی در حق شما به عنوان یک پژوهشگر کرد؟ بلا اولا جواب سوال اولتون که چرا طول کشید، من بعد از اینکه حدود نصف کار این کتاب رو انجام داده بودم به هم پیشنهاد شد که یک کتاب دیگری بنویسم. یک گروهی از ایرانیان موفق تصمیم گرفته بودن که جای یک کتابی که سرنوشت ایرانیانی که در واقع در دوران شاه ایران رو در جنبه های مختلف ساختن، از معمار بگیرید، از امانت که شهیاد رو ترک کرده تا خانواده ارج، از خانواده لاجوردی تا خیامی که صنعت ماشین ایران رو، گمان اینها این بود که این افراد واقعا زندگی هاشون هرگز محلی از اعتنا نبوده و اگر الان تلاشی نشه برای اینکه زندگیشون یه جایی ثبت و ضبط بشه دیگه این امکان سخت خواهد شد. من تصمیم گرفتم که بپذیرم این کار رو برای اینکه احساس کردم که تمام این تحقیقاتی که برای این افراد انجام میدم، برای این کتاب انجام میدم و این یه پروژه 4 ساله بود، اینها همه میره در خدمت کتاب شاه و عملا هم همینطور شد. من نزدیک به 400 تا مصاحبه برای اون کتاب کردم با آدمایی که تو خود کتاب بودن یا اقوام و بستگانشون. خب خیلی از اون هر کدوم از اون مصاحبه ها یه جنبه ای از زندگی اون دوران رو برای من روشن کرد و همین خاطر طول کشید، این دراز طول کشیدنش. بعد از اینم که به مرحله پایانی نزدیک شدم تازه اسناد مربوط به دوران انقلاب داشت علنی میشد، برای اینکه اینا یه دوران 30 ساله طی میشه، یعنی اسناد 1978-79 تازه داشت دو سال پیش در میامد و به راستی هر ماه یه موجی تازه از اسناد رو میشد، یه دفعه از آمریکا، یه دفعه از کارتر، یه دفعه از انگلستان و جمع و جور کردن اینها و وارد کردنشون در کتاب حداقل یه 6-7 ماه کار رو به عقب انداخت. مثلا من به راستی 2-3 ماهی طول کشید تا تونستم اسناد مربوط به گوادلوپ رو، کنفرانس گوادلوپ رو پیدا کنم و چیزی نزدیک به 800 صفحه اسناد هست و از این 800 صفحه خب شاید 30 صفحش چیزی مالیه به درد کار میخوره، بقیه‌اش تشریفاتیه، کی کجا بشینه، کی در سفر هست، کی فلان بکنه، اینا رو استفاده کردن به درازا کشید. قسمت دوم سوالتون، من واقعا نمیدونم چرا این تصمیم رو گرفتن. من فکر کردم که همونطور که شما به لطف اشاره کردید و واقعا به کرات منقدین مختلف چه انگلیسی چه آمریکایی چه ایرانی نوشتن، اون کتاب با انصاف نوشته شده بود، با غرض و مرض نوشته نشده بود. الان هم اگر نگاه بکنید تمام نقدهای کتاب حال به انگلیسی برای این کتاب نوشته شده، از وال استریت جورنال بگیرید تا ال ای تایمز، از هرالد تریبیون، از شیکاگو هرالد بگیرید تا واشنگتن تایمز، اینا همه یه نکته دارشون مشترکه که این کتاب با انصاف کامل نوشته شده. حتی یه نویسنده انگلیسی نوشته که من زیاده از حد با شاه همدلی نشون دادم، برای اینکه گفتم چرا در دوران مهاجرتش بعد متحدینش تنها گذاشتنش. به همین خاطر برای من واقعا شگفت انگیزه که این تصمیم رو گرفتن و گمان من این است که اونطوری که فرمودید عده‌ای
سمپاشی کردن، کما اینکه کماکان هم سمپاشی میکنن. کماکان هم میدونید کتاب رو نخونده اظهار نظر میکنن، کتاب رو نخونده شایعه میپراکنن، کتاب رو نخونده نقد مینویسن. کتاب قبل از اینکه در بیاد، یک سال قبل از اینکه در بیاد، در همین شهر شما یکی از این کسانی که مدعی روزنامه نگاری است من شنیدم. ببخشید من همشهری شما هستم. آه شما بله. ولی در اینجا یک کسی، من واقعا خود مطلب رو ندیدم ولی دوستان برام تعریف کردن و اون قسمتش رو بریدن که تقریبا دو سال قبل از کتاب بود که این کتاب رو باید تحریم بکنیم. شما چطور کتابی که در نیامده تحریم میکنید؟ یه نفر دیگه نقد بر کتاب نوشت قبل از اینکه در بیاد، یعنی حدود 30 صفحه نقد نوشت. نمیخوام اسم اون شخص رو ببرم برای اینکه واقعا من دوست ندارم این چیزا رو کنم، ولی این نوع سمپاشی هایی که میگید به نظر من تتمه بدترین جنبه های اون دورانه و به گمان من جامعه ایران هم در داخل هم در خارج، کلیت جامعه این مرحله رو کاملا ازش برگذشته. اینجور سمپاشی ها، اینجور حرف ها، اینجور زخم زبون ها، اینا کاری نیست. مردم قضاوت رو بر اساس کار میکنند، این پختگی رو پیدا کردن. یه زمانی بود که حزب توده مثلا میتونست ترور شخصیت بکنه، خلیل ملکی رو چنان برش زندگی رو تیره بکنه که کسی حتی نره سراغش کارش رو بخونه. واقعا آل احمد شد از مثبت در این جنبه های زندگیش که یار وفادار اون مون و حفاظتش کرد. ولی اون نوع ترور شخصیت، اون نوع شایع پراکنی که حتی در آستان انقلاب مثلا علی دکتر مصطفی رحیمی کردن دیگه، واقعا بلایی که اینها بر سر مصطفی رحیمی آوردن صرفا به لحاظ اینکه انتقاد کرده بود از فکرش، این نوع شگرد ها دیگه کارایی نداره. کما اینکه خود رژیم هم، این رژیم هم که در این شگرد راه و رسم استالینیزم رو دیگه به اوج رسنده بود، برنامه های نمیدونم هویت و این خزعبلاتی که در کیهان می نوشتن، اینا هم دیگه ول کردن. من که میدونم کارآمد نیست، مردم وقتی به اینها نمیذارن، مردم کار رو میسنجن و این بلوغ فکری رو پیدا کردن که خودشون قضاوت بکنن. همونطوری که ولی فقیه در سیاست نمیخوان، ولی فقید در فکر هم نمیخوان، خودشون قادر و قابل هستن که یک کتاب رو، یک اثر رو، یک شخص رو، یک برنامه تلویزیونی رو ببینن و قضاوت کامل در موردش بکنن. جناب دکتر میلانی، سوالی در فاصله آگهی بازرگانی پخش شد، یکی از دوستان روی خط تلفن از من کرد، گفت یک روز محمد رضا شاه پهلوی رفت به تخت جمشید، رفت به پاسارگاد و گفت کوروش آسوده بخواب که ما بیداریم. آیا روزی به نظر شما خواهد رسید که مردم ایران در مجموع ارزیابی از کاراکتر پادشاه در گذشته ایران به این نتیجه برسند که او رو باید از مصر به ایران منتقل کنند و در واقع شأن و احترام خاصی براش قائل باشند یا نه؟ یک. دو، چون من عادت ندارم فقط یه سوال رو بکنم، سوال دوم خدمتتون میکنم. این دوست میپرسید که به زعم شما با توجه به مجموعه شخصیت هایی که اکنون در صحنه مبارزه سیاسی هستند و کاراکتر و شخصیت ویژه رضا پهلوی، آیا بازگشت سلطنت، بازگشت پادشاهی پارلمانی به ایران میتونه شانسی داشته باشه یا خیر؟ من فکر میکنم در قسمت جواب سوال اولتون، من فکر میکنم زمان دوست شاهد. بعضی سلاطین شخصیت ها هستن که زمان دوستشون نیست و هرچه زمان بگذره، برخی نویسندگان هستن، شعرا هستن که
هر چی زمان بیشتر میگذره سکه رونقشون بیشتر از ارزش میفته. من فکر میکنم شاه زمان متحدشه، یعنی وقتی بیشتر بگذره و این زخم هایی که الان هست التیام پیدا بکنه، نسل های آینده وقتی که بسنجن خواهند گفت که ضعف های بسیار جدی داشت، اشتباهات بسیار مهمی کرد، مهمترین اشتباهش این بود که سیاستاش به انقلاب اسلامی انجامید، واقعیت اینه، ولی در این حال به گمان من به این نتیجه هم خواهند رسید که ایران رو بسیار دوست می داشت، ایرانی سربلند و متجدد میخواست و برای این ایران سربلند و متجدد تلاش بسیار جدی کرد و تونست یک عده بسیار ورزیده ای رو دوروبر خودش جمع بکنه برای اینکه این کار رو انجام بدن. شما وقتی به برخی از وزرای دوروبر شاه در چند سال آخر نگاه میکنید، واقعا اینا هر کدومشون تو رشته خودشون آدم های برجسته بودن، خدا داد فرمان فرمایان بگیرید تا جمشید آموزگار، مهدی سمیعی، اسامی واقعا خیلی زیاده، خیلی زیاده آدمایی که، و بعد آدمایی که اومدن در خارج ثروت های بسیار بیشتری از ثروتی که در ایران ساختن. خیامی در اینجا ثروت خیلی بیشتری ساخت از اونچه که در ایران قابلیت های اینا رو نشون. لاجوردی ها اینجا خیلی موفق تر بودن، خسرو شاهی ها اصلا شگفتنگیز میزان موفقیت خسرو شاهی ها در خارج. خب اینا همه بخشی از اون رژیم بودن دیگه، و ایران آباد با یک طبقه تکنوکرات درجه یک شاید کم نظیر در جهان سوم رو تحویل آقایون دادن 30 سال پیش. اولا 3 میلیون از این برجسته ترین اینها رو ناچار به ترک وطن کردند، 10,000 نفرشون رو کشتن، اموالشون رو مصادره کردند، 1 دونه از اون شرکت هایی که اینها ساخته بودند و داشت پول می ساخت و صنعت پیشاور اون زمان بود الان اصلا سود نمیده، همشون از قبل دولت دارن می خورن. در مورد قسمت دوم سوالتون که به نظر من دشوارتره، من فکر می‌کنم اگر از لحاظ تاریخی به قضیه نگاه کنیم نه از لحاظ سیاسی، نظام سلطنتی از 1840 در ایران با بحران روبرو شد. این از زمان آمدن ناصرالدین شاه. شما می‌بینید که تنها یک پادشاه در ایران و در سلطنت، در تخت سلطنت فوت کرد و اون مظفرالدین شاه بود که قانون مشروطیت رو امضا کرد و پذیرفت که بخش اعظم قدرت پادشاهی قدر قدرتی رو وا بگذاره. هر پادشاه دیگری یا ترور شد یا در تبعید گذاشت فوت کرد. یعنی این رو وقتی که نگاه میکنید میبینید که این نهاد یه نهاد بحران زده است. وقتی به کل سلطنت نگاه بکنید در جهان، میبینید که از زمان آغاز تجدد قرن 14 برخی ها حتی میگن از زمان مگنا کارتر، یعنی 2 قرن زودتر، نهاد سلطنت در مفهوم سنتیش، یعنی مفهومی که شاه مرکز قدرت ظل الله به نوعی، دچار بحران شده. تنها جاهایی در غرب، این جایی که تجدد آمده سلطنت مونده که پذیرفته به عنوان سمبل کار بکنه، در سیاست دخالتی نکنه، مثل انگلستان، مثل دانمارک، مثل جاهای اسپانیا، به عنوان کارگزار سیاسی یا محل تصمیم گیری سیاسی با تجدد یه مقداری ناسازگاری اساسی داره. به همین خاطر این دوتا رو که کنار هم میگذاری، به نظر من اگر هم امکان بازگشتی وجود داشته باشه،
که اون بسته به سلیقه مردم ایرانه، به گمان من صرفاً و صرفاً در شکل انگلیسیش اسپانیاییش ممکنه. اینکه کسی بتونه برگرده در ایران و نظام مثلا قدرت رضا شاهی رو باز تولید بکنه، زمانش منقضی است. به نظر من کاملا زمانش منقضی است. بینندگان عزیز، فکر میکنم که شما هم، بسیاری از شما با من هم عقیده باشید که دکتر عباس میلانی پژوهشگری است که شیوه تازه‌ای از نگاه تاریخی رو با آثار اخیر خودش پیش چشم ما گذاشته. من تردید ندارم که انتشار چاپ فارسی به زبان فارسی کتاب شاه قوغای عظیم رو برخواهد انگیخت و دکتر عباس میلانی هم منتظر ستایش ها و هم منتظر نقد های حیرت انگیزی در مقابل خودش خواهد بود، چرا که فقط اندکی از ایرانیان دسترسی به این کتاب رو داشتن به زبان انگلیسی و قادر به خوندن کتاب به زبان انگلیسی هستن. به همین جهت از طرف شبکه جهانی اندیشه از دکتر عباس میلانی استدعا و خواهش میکنم علی‌رغم همه اشتغالی که دارند و مشغله‌ای که دارند بر این شبکه منت بگذارند و برنامه‌ای رو تدارک ببینند که شاید فصل کتاب رو خودشون به طور خلاصه بتوانند در برنامه‌های مجزایی که براشون تدارک تلویزیون جهانی اندیشه آمادگی داره تدارک ببینه بتوانند عرضه بکنند. همه ما مشتاق هستیم و بسیار کسان بودند که با من تماس گرفتند، مشتاق هستند که زبان ترجمه زبان فارسی کتاب رو داشته باشند. آقای دکتر، فقط یک دو دقیقه وقت داریم، میتونید بگید که چه تاریخی حدس میزنید ممکنه کتاب به زبان فارسی در بیاد؟ من تمام تلاشم این است که در ظرف دو سه ماه آینده حد اکثر ترجمهش رو تموم کنم. الان حدود یک سومش رو تموم کردم، بیشتر از یک سومش رو تموم کردم و چون دارم سعی میکنم که با دقت ترجمه کنم، به این معنا که مثلا وقتی که سخنرانی شاه رو ترجمه کردم از فارسی به انگلیسی، اون انگلیسی رو به فارسی برنگردونم ترجمه کنم، برم اصل رو پیدا بکنم. یعنی خیلی کار دشواری است که اکثر مترجمان ما در ایران متاسفانه این کارو نمی‌کنند و تمام تلاشم این است که بلایی که بر سر کتاب هویدا آمد و بر این کتاب نیاد و اگر جمهوری اسلامی نگذاره که کتاب در ایران ناشر درست حسابی پیدا بکنه، اون وقت حتما از طریق اینترنت یا برنامه های شبیه به برنامه شما متن کاملش رو در اختیار ملت ایران خواهم گذاشت که روایت مصلح شده و تحریف شدهش رو در بازار نیاد و من واقعا از ملت تماشاچیان میخوام که این با نخریدن این کتاب های جعلی و این ترجمه های غیر مجاز، این شیوه که چیزی جز هم تحریف تاریخ و هم دزدی نیست، این رو پایان بدن. خیلی راحت میشه پایانش داد اگر کتابی ترجمه میشه با حق مؤلف رعایت نشده و با توافق مؤلف نبوده، اون کتاب رو به گمان من نباید خرید. آقای شجریان وقتی در استنفورد تشریف داشتن برای دریافت جایزه، حرف شگفت انگیزی زدن، گفتن ما حساب کردیم 7% کل سیدی هایی که از آثار ایشون در بازار هست به طور مشروع از طرف ایشون خریداری شده، از روایتی که چیز هست. خب این رو باید هم بایستی متوقف کرد. فیلم ها، کتاب ها، نوار ها، اینها نوعی دزدیه و گام اول دموکراسی، یکی از گام های اول دموکراسی، حق گذاشتن، احترام گذاشتن به حقوق هنرمندان و
فیلمسازان و مؤلفین. و مهمتر از این در رابطه با این اثر به خصوص و کتاب به خصوص این است که متاسفانه اونچه که در ایران اتفاق میفته جعل میکنند، تحریف میکنند و اضافه و کم میکنند که اون به مراتب بدتر از دزدی است. من فکر میکنم 100%. از اینکه وقت گرانبهاتون رو در اختیار من گذاشتید، در اختیار شبکه جهانی اندیشه گذاشتید، از شما بسیار سپاسگزارم. به امید دیدار مجدد شما و باز هم پای صحبت‌های بسیار آموزنده شما نشستم. خیلی متشکرم این وقت رو به من دادید. مرسی.